درود به شما براندازهای عزیز. سیرک انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی هم بالاخره به پایان رسید. خامنه ای از صندوقهای رأی خالی مرد مرموزی رو بیرون کشید که قرار بود فقط بازار انتخابات رو گرم کنه. مردی که مدعی شده بود الان 30 ساله که هیچ شریک جنسی نداشته ولی هیچ وقت توضیح نداده که نیازهای جنسیشو چطوری برطرف میکنه. مرد عجیبی که در یکی از مناظرات گفت من اصولگرا هستم ولی تونست رأی اصلاح طلبها رو به دست بیاره. مردی که زاکانی قسم خورده بود که نمیذاره رئیس جمهور بشه ولی حالا شده و اینکه با زاکانی چه برخوردی میکنه اولین چالش ریاست جمهوریشه. مردی که اعتراف کرده اولین حکم اجباری شدن حجاب رو بعد از سال 57 صادر کرده و حتی در این خیانت بزرگ به ایران از خمینی هم پیشی گرفته. پزشکیان الان بد جوری مدیون جواد ظریفه. ظریفی که غلام حلقه به گوش روحانیه و حالا پزشکیان باید بلد باشه چطوری با سازشون برقصه. پزشکیان همون کسیه که چند ماه قبل برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت شده بود و حالا بعد از چند ماه رئیس جمهور شده. باید یادآوری کنم که پزشکیان در مسیر پاسور یه مافیای گردن کلوف رو شکست داد. مافیایی که شاید اگر حرف رئیس مافیا رو گوش میداد الان با همه یارانش سر سفره انقلاب بود و انگلزاده هاشون در کشورهای خارجی از همیشه خوشحالتر بودن. با این حال پزشکیان اعلام کرد که فعلا تصمیم نداره کسی رو از این سفره محروم کنه. که شما پیروز شدین در این انتخابات، صحبتتون با هوادارهای رقیب هواداره ما از همه اونها در جهت اطلاع کشور ما دست دوستی به همه خواهیم داد. همه در مال این مملکتند، از همه برای اطلاع کشورمون باید استفاده کنیم. اونا هم برادرای ما، سر قدرت با هم دعوا میکنیم. اگه برای خدا باشه دعوا نداریم. هوادارهای خودتون چه صحبت؟ هوادارهای خودمون هم زحمت کشیدن، لطف کردن. برای اینکه من نه حزبی داشتم نه پشتوانه ای، این مردم عاشقانه اومدن کمک کردن و خب من از همه این عزیزان قدردان و متشکرم. پزشکیان در مسیر پاسور اول دلقک اصولگراها یعنی قاضی‌زاده رو از مسیر خارج کرد، بعد از روی تانک انقلابی رد شد که به هیچ چی فکر نمی‌کرد به جز نگه داشتن صندلی ریاست شهرداری تهران. اینجا بود که جلیلی حرف رئیس مافیا رو گوش نداد و کاری کرد که اتحاد مافیا از هم بپاشه. قالیباف بهتر از هر کسی میدونست که اگر جلیلی رئیس جمهور بشه تا 8 سال دیگه حتی نمیتونه خواب ریاست جمهوری رو ببینه. همین شد که خیلی زود اعضای ستاد قالیباف از پزشکیان اعلام حمایت کردند. آخه دست راست جلیلی رسایی بود که دشمن قسم خورده قالیبافه و رفتن جلیلی پاسور بدترین خبر ممکن برای قالیباف بود. اما الان اوضاع در بیت خامنه ای متفاوت تر از همیشه است. شاید خامنه ای سر پزشکیان آخرین قمار زندگیشو زده. قماری که باید اسمشو بذاره قمار یا مرگ یا زندگی. در اینکه خود اصلاح طلبها در اصل دلقک دربار خامنه ای هستن هیچ شکی نیست، ولی ببینیم اونایی که بهشون رأی میدن چه کسانی هستن. کسانی که به اصلاح طلب جماعت رأی میده قطعا از جمهوری اسلامی ناراضیه، یعنی فریب خورده و امیدوار به اصلاح این حکومت فاسده. اما همین افراد هم این آخرین باریه که به یه اصلاح طلب اعتماد میکنن. اگر پزشکیان نتونه جلوی ریزش شدید حامیان جمهوری اسلامی رو بگیره که حتما نمیتونه، در دوره بعدی همه کسانی که بهش رأی دادن دیگه اصلاح طلب نخواهند بود. همشون یکی از اعضای کانال برانداز خواهند بود که دیگه امیدی به اصلاح نخواهند داشت. پیروزی پزشکیان اما بدجوری مافیا رو به جون هم انداخته. سپاه خیلی امیدوار بود که این بار یه سپاهی رئیس جمهور بشه. هر کاری کرد تا قالیباف رو به پاسور برسونه ولی لجبازی جلیلی بهش این اجازه رو نداد. کانال صابری نیوز که زیر نظر قالیباف و سپاه مدیریت میشه با حمله به سعید جلیلی و در نهایت تهدید او نوشت سلام بر دوران پزشکیان. مسعود پزشکیان با اکثریت آرا به عنوان 14th رئیس جمهور ایران انتخاب شد. تقریبا امیدواریم در دوران ریاست جمهوری او ایران سربلند باشد. همچنین کشور همراه با رشد و شکوفایی همراه باشه. متاسفیم که سعید جلیلی با بی‌توجهی به توصیه بزرگان انقلاب و نظرسنجی‌ها و همچنین عدم ائتلاف با قالیباف شکست تلخی برای جبهه انقلاب رقم زد. درباره خیانت و خونخواهی سعید جلیلی و اطرافیانش بیشتر خواهیم نوشت. پزشکیان هم طبق معمول همه رئیس جمهورهای قبلی رأیشو از یه عده فریب خورده گرفت ولی دومشو برای ملاها تکون داد.
پزشکیان در اولین اقدامش بعد از پیروزی در انتخابات نمایشی به کاخ قبر خمینی رفت و به جای تشکر از مردم از او تشکر کرد. شاید اگر پزشکیان یه نگاهی به سرنوشت آخرین رئیس جمهور بدون عمامه جمهوری اسلامی می‌انداخت، این کارو انجام نمی‌داد. در روز رأی‌گیری محمود احمدی نژاد در حرکتی معنیدار به ترکیه، کسی که یه روزی شباهت زیادی به امروز پزشکیان داشت و حالا توسط یه آخوند فرسوده و فسیل شده به اسم جنتی سالهاست که از صحنه سیاست حذف میشه و حالا فقط با صحبت کردن با یه دختر مو قرمزه که میتونه کمی خامنه ای رو قلقلک بده. ویدیوهایی وجود داره که نشون میده ظریف با هوچیگریاش در حالی جلیلی رو شکست داده که تلاش‌های غیرقانونی زیادی برای پیروز کردنش وجود داشته. ویدیوی عجیب و باور نکردنی از ستاد انتخابات استان قزوین منتشر شده که در روز رأی‌گیری رسماً تبدیل به ستاد تبلیغاتی جلیلی شده بود. سرکشی هم که کردم به هم به وزارت انتخابیه، هم به صندوق‌ها و حتی به مخزن در واقع ششخانه شهرستان قزوین متوجه نظم بسیار دقیق و عدم اختلال در فرایند اجرای رأی‌گیری شدیم. صندوق‌ها به موقع بارگذاری شده، به موقع رأی‌گیری شروع شده، تعرفه‌ها به موقع رفته و این نشون میده که تیم اجرای انتخابات صادقانه و با امانت و امانت‌داری بادا گروهی و طیفی بیان و رأی بیارن که ما میدونیم کارنامه اینها در دهه 90 در حوزه تولید مسکن نامناسب بوده، در حوزه مبارزه با فساد عمل کرده، چند شاخصی نداشتن یا در حوزه مربوط به اشتغال زایی خب نتونستن موفق عمل کنن. سالهای سال برای مردم مسکن تولید نشده بود و اشتغال به مشکل برخورد. من باز هم اعلام میکنم نه به دولت سوم روحانی و نه به عقبگرد رو شعار خودم میدونم تو این دوره از انتخابات و از مردم عزیزم میخوام که به کاندیدای جریان انقلابی رای بدن.